برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا طی روزهای گذشته در ملاقات‌های جداگانه میزبان جمعی از اساتید دانشگاه از کشور آمریکا و همچنین جمعی از اعضای خاندان بحرالعلوم بود. در دیدارهایی که میهمانان دفتر مرجعیت با مسئولان این مجموعه داشتند، به موضوعات مختلفی از جمله اوضاع و مشکلات شیعیان در کشورهای غربی و قدسیت شهر مقدس کربلا و لزوم حمایت از آن پرداخته شد. منابع محلی در استان هرات در غرب افغانستان میگویند که یک عالم دین در این استان به قتل رسیده است. منابع میگویند که تفنگداران ناشناس یک شنبه شب 30 مهر عید محمد اعتمادی یک تن از عالمان برجسته شیعه را در هرات از خانه‌اش بیرون آورده و تیرباران کردند. گفته شده عید محمد اعتمادی امام جماعت مسجد روستای خوشرود شهرستان انجیل هرات بود. علت و انگیزه این رویداد تاکنون مشخص نشده است. گروه طالبان هم تاکنون درباره تیرباران شدن این عالم دینی ابراز نظر نکرده است. ریاست بهداشت در استان پنجشیر افغانستان که تحت مدیریت طالبان است میگوید که طی 6 ماه اخیر حدود 1779 کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید در این استان ثبت شده است. به گفته این ریاست کودکان بیمار عمدتاً زیر سن 5 سال هستند. این در حالی است که در گزارشی که از سوی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در 27 مهر سال جاری منتشر شد، نشان می‌دهد که شمار بیماران مبتلا به سوء تغذیه حاد در افغانستان به 4 میلیون نفر می‌رسد. از این میان 302 نفر از آنان کودکان هستند.